دست شما درد نکنه آقا لطیف. آقای شیپوری دست شما هم درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. زحمت کشید. اختیار داریم. با اجازت. وظیفه بود. قربان شما برم. در خدمت باشم. زنده باشی. خب در خدمت باشم آقا. قربون شما. دکتر جون من فقط خواستم که کلا معذرت خواهی کنم. برای آبروریزی که کردم هم معذرت میخوام. آبرویی که بخواد با حرف حق بره آقا لطیف. همون بهتر که بریم. ازت تشکر میکنم. ما رو حلال کن. و من رو حلال کن دکتر. قربان. سر بیر پایین یه زرز. خواستی چی؟ بوس کنم بیر. ببخشت. سلامت. قربون شما. خدا نگه. موفق باشید. تشریف نمیدین داخل. قربون شما. بفهم به شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. این شیشه رو نمیخوایی بدی پایین یا بدی بالا؟ ای بابا. خیلی شدید. چیه؟ هیچی. پس لطف کنید جلوتون رو نگاه کنید هنگام رانندگی. آقا اینجا مدرسه که نیستش که ای چپ چپ نگاه میکنی اخ میکنی گیر میدی. اون شیشه رو بکش پایین. حالشو ببر ببین هوا چقدر خوبه. بیشتر از من که گرفتاری نداری که. عرض کردم همین اندازه خوبه. شما بفرمایید جلوتون رو نگاه کنید و تو دست اندازم نندازید. من نمیفهمم شما چرا اساس اول من انقدر بد تا کردین. من چیکار کردم؟ با آدمی مثل شما باید همین جوری برخورد کرد. خشن و سخت. مسیرت کدوم بره؟ خودم میرسم بهت. خونت کجاست؟ تو باغچه. همون خونه احمدینا میرم. مگه خودت خونه زندگی نداری؟ نه جدا شدیم. چیه؟ آدم جدا شده از نزدیک نهیدی؟ نه ترس بابا واگیر نداره. دوستش داری؟ نیشه تو ببند. آخه اصلا بهتون نمیاد اینجوری عاشقانه حرف بزنیم با این قیافتون. از فرقی هم نمی کنه. اون منو دوست نداره. میتونی تو بهش بگی چی؟ میتونی تو بهش بگی که دوستش داری. آقا من همچین مردی نیستم که بخوام التماس زن رو بکنم. چیه؟ من این مدلی هم دیگه. چطور تو شیشه رو دوست داری انقدر بدی پایین اندازه میگیری؟ من هم یه آدمی هم این مدلی هم. شد. چی بود؟ چونه من چی بود؟ خیلی عوض میکنم. چونه من چی بود؟ اسمس بود. میشه برای منم بخونید؟ نه خیر. آقای مدیر، آقای کبدی این اسمس رو فرستاده بود. جان من بخون. میگه یه نفر میخواست بره تونس بعدش نتونس. لطفا بغل نگر دارید من پیاده میشم. بله چشم. شب عالی متعالی. گلم
در بالا بلند ما در زمینا یار گل و میار تا نارنج طلا و ما در کمینا یار گل و میار تا نارنج طلا و نار شیرین خدا قسمت کنه با تو نشینا یار گل و میار گل یار گل و میار یار گل و میار گل یار گل و میار دلم برای علیرضا تنگ شده بود بعد گفتم که یه سر بیام ببینمش یه چیزی هم براش خریدم که بهش بدم چی خریدی؟ میگم حالا بهت بابایی بایی میخوایی چیزی بدی بهش بده بهش برو دیگه خیلی خوب حالا میره خوب کاری کردی اومدی این بچه هم بهانتو میگرفت دیگه اینجوریه دیگه منم وقتی که علیرضا پیش توه اینقدر یه وقتایی دلم برش تنگ میشه که اصلا نمیدونم چی کار خب چرا نمیایی پیشم؟ یعنی چرا نمیایی پیشش؟ بهش سر بزنی خب بچه آخه پر رو میشه باید حواسم جمع باشه بچه پر رو نشه دوباره بله بابا چونه بابا؟ بابا زورش نمیرسه پرتقال بگیره خب اشکال نداره بابایی زور که مهم نیست اسبم زور داره عوضش مامانت هزار تا هنر دیگه داره که خیلی از زنا ندارن آقا اگه دیدم بود دیدی بچه رو دیگه برو دیگه بله چشم تو اگه کاری داری برو بالا حالا میره دیگه بچه بهونه‌شو کرده بود دیدی که یهو دیروز نمیدونم چی شد همینجوری یهو یاد ماحصلمون افتادم که با علیرضا رفتیم مشهد با هم دیگه چرخیم ماحصل علیرضا به دنیا اومده بود نیومده بود تو همینجوری اینجوری وایسادی جلوی این اینم قاطی کرده اصلا داره چی میگه یه سفر دیگه بود با علیرضا رفتی اما منظورم همون سفر بود مشهد خب دیگه شما تشریف ببرین یعنی من میخوایی من برم مثلا نه برو برو ما الان میاد برو داداش خب دیگه من برم رفع دلتنگی شد علیرضا رو دیدم دیگه با اجازتون میرم بابایی پیش مامان بمون من زود برمیگرد لطیف جانم یه چیزی برای بچه آوردی بده بهش آه یادم رفت بگو بابایی خیلی ممنون که یادت بود واسه مامان ببخشید واسه ما گل بگیری چون ما خیلی گل دوست داریم بابا دست درد نمیکنیم گل دوست پسش گل رو میام الان بابا اصلا قابل نداره بازم میخرم این گلا بابا بگو مواظب خودت باش بابا مواظب خودت باش وقت ما نیستی شما مواظب خودتون باشین بله بگو بابایی برو دیگه بفرمایی باش بابایی خداحافظ دوست دارم بابایی دوست دارم واسه تو بابا
بابا شام نمیخوری؟ شما بخوری من کار دارم. چیکار دارین میکنین؟ هیچ. برو شام تو بخور دخترم. مامان مامان یه دقیقه بیا. چیه؟ بگو مامانم بیاد. نرگس مامان بیا یه دقیقه ببین اینجا. کریم داری چیکار میکنی؟ اینا چیه کش؟ بفرم بشین. بیم بشین. من تصمیممو گرفتم. انصراف میدم. داداش من چه انصراف میدم؟ چه تصمیمی کریم؟ برای من هنوز وقتش نیست. داداش به خاطر اتفاقایی که امروز افتاده من میرم این سعید الان به سعید اصلا مربوط نیست. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد و خدا خواست. لطیف سعید اینا همه وسیلن، هیچ ربطی به امروز و دیروز نداره. خب پس قضیه چیه کریم؟ ببین نرگس من توانشو ندارم. توانشو نداری؟ الان کریم الان که دو روز مونده به انتخابات این همه کار کردی، این همه زحمت کشیدیم. به زندگی الانمون نگاه کن. من از پس خودم بر نیومدم، از پس شماها بر نیومدم، آدمای دور و برم نتونستم بشناسم. اون وقت برم برای آدمای دیگه تعیین تکلیف کنم؟ من همین بغل گوشم نفهمیدم سعید داره چی کار میکنه. از پس عروسی دخترم بر نیومدم، خواستگاریش نتونستم درست برگزار کنم. یه چک همه زندگی من زیر و رو کرد. خب معلومه من رشوه گرفتم. نگرفتی که کریم. گرفتم، بهش فکر کردم، با طرف قرار گذاشتم، اومد اینجا. خب وقت من برم برای مردم قانون تعیین کنم؟ من به رشوه فکر کردم حتی برای یک ثانیه. اون موقعی که یارو پول داشت ور میداشت میآورد اینجا، من اصلا به خدا فکر نکردم. خب لیاقتشو ندارم. کریم تو فکراتو کردی؟ تو امسال رای میاری ها؟ بابا شما این همه طرفدار دارین. میدونم، اما خودم طرفدار خودم نیستم. خودم به خودم دیگه رای نمیدم. من چشم تازه باز شد، از خدا دور مونده بودم. امشب که رفتم سعید دیدم فهمیدم عمق فاجعه چقدره. فهمیدم که همین شامی که میخوایم بخوریم معلوم نیست حلال باشه یا نه. میدونی چقدر پول حرام اومده تو زندگی ما؟ من میدونم تو رو رفتن من به مجلس خیلی حساب کرده بودی. ببخشید، ولی به خودم که نمیتونم دروغ بگم. میتونم آقا، من لیاقت رفتن به مجلس رو ندارم، در توان من نیست، لااقل فعلا نیست. بهتر راه رو باز کنم برای کسی که صالح‌تره و میتونه قدم بهتری برداره. کریم تو تصمیمتو گرفتی؟ آره. چی شو؟ وای کریم اینو بگیر، من میترسم. بدش به من رو بدش. چی خندت گیره تو که میترسیدی؟ نه میترسم، خندم از این میگیره که از اون همه بروبیا و بریز به پاش همین خرگوش شماده بازی مونده برام. آره برعکس تو، من اصلا از خرگوش نمیترسم، خیلی هم از این حیوان خوشم میاد. باور کن جدا به اسمش فکر کنید، خرگوش. نصف اسمش گوشه دیگه، نصف هیکلش هم گوشه، یعنی بیشتر گوش میده. هیچ وقت فکر نکرده تصمیمی رو نمیگیره، کاری رو نمیکنه، باهوشه، درست عمل میکنه. گر سخن نقره است خاموشی طلاست. حکمتش در همینه. اگه از کل این اتفاقات اندازه همین خرگوش فقط چیز یاد بگیریم، همین حیوان کوچیک خدا رو بشه بفهمی کلی بردی. تو انصراف دادیم و به کی باید رای بدیم؟ من میگم به کی رای بدیم؟ حالی که نمیتونیم به بابا رای بدیم. به کی؟
خب معلومه دیگه، منم اگه خواستگارم عموش کاندیدا بود به اون رای میدادم. نه خیلی نمیخوام به آقای برق‌نور رای بدم. پس به کی میخوای رای بدی؟ به خانم فرزین. خانم فرزین همین مدیر خیریه؟ بله. الکی مگه اون نامزد شده؟ بله بله، همین مدتی که ما بریز به پاش داشتیم و سرصدا و شلوغی، خانم فرزین در نهایت آرامش و صبوری داشت با یک فکر کامل برنامه ریزیش تبیین میکرد، برای مردم توضیح میداد. بارکالله دختر. بابا من خیلی دوستتون دارم. اگه من میدونستم که زودتر انصراف میدادم یا همچه حرفی بشیم. ولی ببین برنامه ریزی داشتی، از اولم مخواستی به خانم فرزین رای بدید. ستاد من فعالیت میکرد ولی مخواست به خانم فرزین رای بدید. کاهوده باش برای این حیوان حتما گوش نشه دیگه. البته اینم بگم که این وام تبلیغاتی که در اختیار نامزدا قرار دادن من ازش استفاده نکردم، به خاطر همین خب خیلی نشد که تبلیغاتی انجام بدم. از طرفی از لحاظ مالی هم خیلی سرمایه‌ای نداشتم. به قول همسرم میگه همه چی که تبلیغات نمیشه. درست میگن ایشون کاملا. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین. خانم فرزین راستش من تا دیشب اصلا نمیدونستم شما نامزد شدید. عاطفه که به من گفت، گفتم پس دیگه حتما رأی من خانم فرزینه. شما که ماشاءالله آقای دکتر رو دارین دیگه، کی از ایشون بهتر؟ آقای دکتر انصراف دادن خانم فرزین. شوخی میکنی؟ نه والله. واقعا انصراف دادن آقای دکتر؟ بله انصراف دادن. آخه برای چی؟ خب وقتی آدم میبینه از خودش صالح‌تر وارد صحنه شده، دیگه مسئولیت از دوشش ساقطه دیگه. اختیار داریم. والله خانم و دخترم انقدر از شما تعریف کردن که من گفتم در این زمان باقی مانده اندک بیام اینجا، هر کمکی که از دستم برمیاد مزایقه نکنم، در خدمت شما باشم، هر امری دارید بفهمید. بر طبق آماری که ما داریم شما تو نظرسنجی از همه جلوترین آقای دکتر. خوشبختانه مردم وظیفه خودشون رو خیلی خوب میشناسن و تو انتخابات گذشته میدید که تو مجلس، ریاست جمهوری، شورای شهر همیشه میزان مشارکت شهر ما از همه بالاتر بوده دیگه. درسته تو این ماجراهایی که اتفاق افتاده پیرامونم تقصیرکار نبودم خیلی، اما مردم که همه چیز نمیدونن، درست نیست. درست نیست. من اگر الان توی صحنه انتخابات باشم ممکنه اعتماد مردم خدشه‌دار بشه. این بود که رفتم شورای نگهبان و فرمانداری، کتباً انصراف خودم رو اعلام کردم. تو این فرصت باقی مونده تبلیغاتم که هست از تمام طرفدارای خودم خواهش میکنم که رأی خودشونو به نام خانم دکتر به صندوق بندازن. لطفشون. اینجا که میومدم دم در دیدم خانم دکتر شما یه شعار خیلی خوب انتخاب کردید که حمایت از تولید ملی. این خیلی شعار خوبیه. بله. من واقعا با این شعار موافقم. بله درست. جزو اهداف منم بود و اگر شما تشریف بردید مجلس لطف کنید این شعار رو پیگیری کنید. البته اینو بهتون بگم که حق ملت ما خیلی بیشتر از این حرفاست و ما هر چقدر که کار برای ملتمون بکنیم باز هم کم هستش آقای دکتر. به خاطر همین قضیه من خودم فکر میکنم که ما باید تلاش کنیم که وعده هایی رو که دادیم بر اساس واقعیت و حقیقت باشه و همینطور بر اساس امکاناتی که کشور ما داره. انشالله. اجازه بدیم من معرفی کنم، ایشون خانم بهارلو هستن، مسئول صدات انتخاباتی ما. خوش آمدید. خوشبخت بخوام. دست شما درد نکنه بابت. من شما رو میشناسم من یا نه؟ بله در ارتباط با قضیه سرقت از مدرسه. آه بله بله، تو کلانتری ما رو به جرم دزدی گرفته بودن. بله دزدی، یعنی به سوء تفاهم دزدی ما دستگیر شده بودیم. امان از دست این لطیف. حال شما خوبه؟ سوء تفاهم بوده کریم، چه اینجوری میگی؟ خانم دکتر فرزین این هم پوستر دادن، چه اینا رو نزد استفاده نکردین؟ والا راستش ما یه مقدار زیادی از پوسترامون خیلی دیر به دستمون رسید متاسفانه، یعنی چاپخونه بدقولی کرد. بدقولی چاپخونه. امروز اومده که دیگه روز آخره و نمیشه تبلیغ کرد. ولی تا 12 شب هنوز خیلی فرصت هست. نه دیگه اگه کسی میخواست به من رأی بده دیگه انتخاب خودشو کرده و رأی خودش هم میده دیگه. خانم دکتر این حیف، این باطله میشه بعدش دیگه، حیف نیست.
خب راست میگن دیگه خانم فرزین، ما که کاری نداریم، الان بیکاریم. من میگم بدین اینا رو، ما همه با هم جمع میشیم میریم همه رو میچسبونیم. بله نه، ما انقدرم تو این مدت دوست آشنا پیدا کردیم، یه سری بدین همشون میگم. دکتر اینا هم هست، چیکارش میکنیم؟ اینا رو هم بی زحمت بذار تو انبار پایین دیگه. بله حسین آقا. بله بله قربون شما، به مرحمت شما. او رایای دیگه مدرسه رو جمع کردی خانم دکتر، خیلی عالی، خوشحال شدم، سلامت باشی. خب بلند شون برم را بیفتیم اینا رو ببریم بچسبونیم. سلام، رو کمک منم میتونین حساب کنین. سلام خانم دکتر. شما اینجا چیکار میگه عمو جان؟ مگه انصراف دادن یک بار؟ نخه عمو جان که هستن هنوز. آ گفتم بله. ایشون از این کارا نمیکنن. خود من فعالیت های 10 سال اخیر عمومو مقایسه کردم با 10 سال اخیر خانم دکتر، به این نتیجه رسیدم که ایشون تو حمایت از حقوق جوونا اهمیت میده و اینا، و من رأی من خانم دکتره. چشش ببین چه درشته. کو چشش؟ به من نشون بده ببینم چشش کو. الان روشو برگردون. صدای قلبش نمیدی باشه، نمی صدای قلبشو. نگاه ماشالله چه استخون بندیشم درشته. کو احمد تو عینک سبودی زدی بابا. کوشش اصلا استخون بندی شکل نگرفته هنوز. بابا این استخون بندیش استخونش یه دونه از استخوناش به من نشون بده ببینم. استخون ترقوشه. آخه فهم مادر جان، من هرچی دقت میکنم یه دستشو نمیبینم، نکنه خدایی نکرده یه دستش. احمد آقا این چه حرفیه؟ شما مثلا معلم هستی دستش پشتشه. یعنی چی؟ یعنی این شکلی نشسته؟ آره تو عکس معلوم نیست. خدایا مادر جان این بچه سالم به دنیا بیاد، این جوجوه ما سالم به دنیا. من دیگه از خدا هیچی نمیخوام. واقعا فکری مرغی اسم بچه تو میخوای بذاری جوجه؟ ولی بچه اسم بذارید. اسم پیدا کردم. من میگم اسم گل بذار. گل؟ آره مثل آیین. آیین اسم گله؟ حالا هرچی. مثلا من اسم پسرم بذارم آقا شقایق. من خودم برای اسم بچه خیلی فکر کردم، یه اسم خیلی خوبم براش پیدا کردم. حامد. چی؟ حامد یعنی ستودنی، ستوده. احمد و حامد خیلی هم با مسما عالی. به نظر من باید یه اسم بذارید که به لطیف نزدیک باشه، چون بچه حلال زاده باید به داییش بره، مثل مثلا لیف ها، تلطیف یا لطف، لطف، لطف الله، لطفی. اصلا چرا بچه ما باید به شما بره؟ چرا با کی باید بره؟ بچه ما خودش پدر داره، مادر داره، مادر بزرگ داره. مگه شما وقتی میخواستی اسم آقا علی رضا رو بذاری اصلا ما دخالتی در اسم گذاری آقا علی رضا کردی؟ شما دوماد ما، این دوماد هم جز فامیل محسوب نمیشه. جیان ماشین نمیشه. خب مال با جنابه که میگن، نه مال جیان. اسم گذاری رو تمامش کنین چون من تصمیم خودم رو گرفتم. چیه؟ نزد کردم بچم دنیا اومد اسمشو بذارم رضا، یه سفرم ببرمش پابوس امام رضا. اینشالله رضا حامد شقایق لطف الله رضا بابا رضا رضا ریایی. قشنگه آقا قبوله، آقا قبوله. چه بولی چه بولی چه بولی رضا بابا. حمد موها سفید شد. لطیف موهای شما هم سفید شد. آقا لطیف داداش من جونم، شما واسه چی اینجا گرفتی خوابیدی؟ خب خستم دارم استراحت. از چی خسته ای؟ از بلاخره صبح باشدی. چیکار کنم مکرم جون چیکار کنم؟ والا به خدا رویا حق داره. بله منم اگه جای رویا خانم بودم سکه‌امو می‌ذاشتم اجرا. لطیف جان بله پاشو، پاشو یه کاری بکن، بیا. یه فکر بکن. خب بیا من پاشودم الان. خب الان چیکار کنم؟ پاشو برو سر کار. کدوم کار؟ کار هست کدوم؟ یکی به من بگین کار هست یاد یکی به من بگین. بله ریخته ریخته بگو اسمم. مسافر کشی کن دیگه. آژانس. آژانس بله دیگه. دیگه مسافر جا به جا کن. شما دیگه چی؟ دیگه چی؟ دیگه ندارین چیزی؟ برو تو حمل و نقل. بالاخره میشه دیگه یه چیزی بار ببریم و اون بر. بالاخره کار هست. آه بارم بارکشم میشم. چشم پاشو عزیزم. اشکال نداره کار آر نیستش که. با کدوم ماشین؟ سویچه بده. آخ اصلا اون ماشین کسی سوارش نمیشه که. آخه اون ماشین چیزش نیست. دوتا شقه بزنی در میاد. با دست داداش من بیا فکرمونشم کردم. داداش این سکه رو میگیری میفروشی ماشین رو صاف میکنی روش کار میکنی. اینا همش قرضه ها، اینا بدهیه که داری. همه رو با این سکه انجام بدم؟ نه ماشین رو صاف میکنی بعد بعدن که پول در آوردی بدهیات رو به من بده. باشه مادر یه بسم الله بگو کارتو شروع کن. این آینه دق بشه اصلا چلوشه شما. با
بلند شو عزیز من. من موندم تو چرا اینقدر زبون وا کردی تازگی ها؟ چی شده؟ اکرم خانم دیگه همه چی رو فهمیده، من دیگه خیالم راحته. بفرمایید. بچه برو. من برم سوار ماشینم بشم. لطیف مادر یادت باشه اولین مسافری که سوار میکنی ازش کرایه نگیری. برو به امانه. چشم حاج خانم، شما بفرمایید داخل. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. آها. سلام. سلام. این خنده بابات مصریه، به چی میخندی؟ آقا الان مامانم برگشت گفتش که دارم میرم مسافر کشی. آه. دیگه میخوام مرد کار بشم. گفتش که داری میری مسافر کشی، اولین مسافری که سوار ماشینت شد ازش پول نگیر، شگون داره. مگه همیشه واسه شگون داشتم؟ عقلت نمیشه. حدیمون چی تناجیفیه که ندارم دیگه، چی کار کنم دیگه. به زور منو بلند کرده، دلش خیلی واسه تنگ شده. بریم بابایی، بریم بابایی دیگه. نه دروغ میگه. چی دروغ میگه؟ ماما ای خودت منو به زور برده اینجا. من خیلی هم دلم برای تنگ نشده بود. ولی من دلم برای تنگ شده بود. اونم یا عالم ها منو به زور نیبود. ببین لنگه خودت پسره، میخواد برو خودش نیره، قده دیگه. آره دیگه. خب ببینیم بالا دیگه. یعنی بچه ها بالا، مامان اینا دلشون تنگ شده برای علیرضا، خاطر همین بریم بالا بد نیست. خیلی مامان تو اکرم و احمد آقا رو اذیت کردن، واقعا من خجالت زده شدم. حالا انشالله سر فرصت خودمون یه خونه گرفتیم، حتما اولین شام رو به مامان تینا میدیم. چیکار میکنیم؟ شام دعوتش میکنیم. کجا؟ واقعا؟ آره بذار برم یه چیزا امانیاتو من بهت بدم. بیا جلو ببینم. ببین چون دستم خوبه اولین دشت رو گفتم از خودم بگی. من نوکرتم هستم. بفرمایی. این چیه؟ دلم نمیخواد شب عیدی به خاطر من بیفتی تو درد سر. این سه کار رو بعد بهت پس میدادم. بعدم با این ماشین که نمیشه رفت مسافر کشی، یه ذره درستش کن. واقعا چیزی نیست، این شیشه که یه خورده چروک شده، بدنش هم میگن بالا تو تپه در میاد. بگیش. آخه این سکه ها صاحب داره، مال من که نیست. اشکال بدین به صاحب اصلیش. به کی؟ دکتر، مال دکتره. دیگه به هر حال دست درد نکنه. خیلی ممنون. بیا مادر. کجا؟ بیاریم. کجا؟ بریم کار بریم. نه من میذارم. من مردم شما همینجوری بریم. امشب اصلا یعنی کلا امروز با همین. بشین ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم خانواده آقا لطیف، خیلی خوشحالم شما رو میبینم. سلام دکتر. سلامت باشی، حالت خوبه؟ خوبی دکتر، قربانت زنده باش. اینا رو چرا جمع میکنی؟ دیگه انصراف دادی. سلام میگم. سلام آقا علیرضا گل، چطوری عمو جان؟ چی دارین جمع میکنی؟ انصراف دادم دیگه، میگم چرا؟ دیگه وقت آدم صالح تر از خودش پیدا میکنه بهتر کنه. به نظر من که شما اصلحی، حالا خودتون میدونید. نظر شما زیاد مهم نیست. نه اینکه مهم نیست، صائب نیست. یعنی شما که همه کاندیدار نمیشه. مثلا خانم دکتر فرزانه رو شما میشناسید؟ من فقط رویا خانم. خانم دکتر فرزانه فرزین. بله. من میشناسم. من همونجا توی کلانتری گفتم به شما رأی نمیدم، میخوام به ایشون رأی بدم. بفرمایید. مطالعه کردم. حالا با آقا لطیف هم محبت کنید بگی. خب اینجا هستم. خب میگی حالا اینا رو نندازین دور، سال دیگه شاید خواستین. رویا خانم مجلس 4 سال یه باره.
بله اونی که سالی یه بار گفتم. بله امانتی تو. ای بابا ببین این حق من نبود دکتر، آوردم بهت پس بدم. من یه همچین آدمیم. رویا خانم بخشید، منم میخوام بدم به شما. دست شما درد نکنه. صاحب داره این. بله دست شما درد نکنه. یه تعارفی چیزی به هر حال. نه توضیحش میدم. اگر این امانت نبود من حتما اینو به عنوان کادو برای پیوند دوباره شما تقدیم میکردم. نه بابا. ولی این از صف آقای برق‌نوردینا پیش ماست، اونم که میدونید که یه خورده اوچی و اینا سلط غیبتش نباشه. ولی اینا رو باید بدیم بهشون. من وقتی ما قرار بود بریم مجلس اینجا بروبیایی بود و هر کسی می اومد و همه نصب میکردن، حالا که میخوایم جمع کنیم هیچ کس نیست. مگه من مردم دکتر؟ من حاضرم همه کار بکنم، شما مجلس نرید. اختیار دارید دست در نکنید. نه من جدی میگم خودم توانش دارم. چیزی ندارم. نصب برو برو. آقای دکتر ببخشید. این مجلس نرفتین ها، شما نمیتونید حالت عادی را بریم. من حاضرم همه کار بکنم تا شما تو مجلس نرید. بله مخصوصا این که شما الان به رفع خانم دکتر کنار کشیدین، میتونیم بریم بعد از آن کمکشون. آره بابا من همه رو جمع میکنم. خیلی ممنون. بیا با ایش این سفره میمونه دیگه، وقتی که پن میشه همه دورشن، وقتی میخواد جمع کنی ایشگی نیست. بریم پلاکاردای خانم دکتر از ستاس بگیریم. دست دن این عمو جان چوبش مواظب باش. بیا بابایی برو بازی کن. بفهم برو بازی کن. معذرت خواستم یه گلت همه ای عزیز بچه محلهای محترم، اگه میخوای محلتون آباد بشه به دکتر فرزانه فرزین رای بدین. رای ما دکتر فرزانه فرزینه. این چه بساطی رو انداختی؟ این سر صدا چیه بابا؟ دکتر فرزینه، فرزانه فرزین. خط کج و با خط راست دیایی بابا. یه سوال دارم. یه شیطان آقای کبدی باز ایشون داره با من شوخی میکنه. دیایی شد مجلس نرفتی دیگه. نه صندلی های اونجا که میافتادی بگیر دستم. دست در نه. واقعا فکر کردی پاتو گرفتن؟ نه خیلی ممنون. میگم یعنی زور بده بیشتر. دکتر نهیدی خودتو تالا؟ چرا؟ اون روزی که رفته بودیم عکاسی این عکس بگیریم، آقای عکاس به من گفت به افق اشاره کن با انگشتت. من گفتم افق کجاست؟ توی اتاق کوچیکی بودیم دیگه. گفت همین گوشه سقف. حالا که فکرش میکنم میبینم افق برای ما فقط همون گوشه کوچیک سقف بود. دکتر دقت کردی چقدر من پیام اخلاقی دادی تو این مدت؟ سلام آقای دیایی. سلام آقای شکری. خسته نباشید. خسته نباشید. به 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 چقدر داره قشنگ میزنه و صاف. نگاه کنید چقدر دقیق میزنه با. نه. آقای دیایی. بله. بگو وانت. وانت. نظم در دستانت. سلام دایی. سلام صبح بخیر. خسته نباشید. دایی چی؟ بگو شیطنت. شیطنت. ایشالا بچه به خوشی میاد و میمنت. بریم بچه. خدا حافظ. خسته نباشید. سلامتی بخانم. خیلی ممنونم. عاطفه. من باید برم توی صندوقه ماشین پوستر بیارم بدم بچه‌ها نصب کنن. آها بله بله. یه مطلبی بفرمایید. خیلی وقت من می‌خواستم یه مطلب تو خدمتتون بگم. فقط مواظب باش رو سر کله بابات نریزی، جلوش موام نداره. نکنه
نکن بابایی، نکن. نکن بابایی، میدونی که بابایی چقدر جون عزیزه. الان نکن، نکن بابایی. ایزیر چی؟ پوستر دکتر برنورده دیگه. دکترم چرا این کارو میکنی؟ مگه نگفتم نظر رو پوستر؟ این تخلف انتخاباتیه. این همه جا هست، بعد رو پوستر مردم بزنی. برو بیا بابایی. آقای دقب، شو کن به دقب. برو عقب، برو عقب، برو عقب، برو عقب، برو عقب. چیکار می‌کنی آقا؟ دارم پوستر می‌چسبم. آره، پوستر می‌چسبم. بده، بده بیا. آره، کمرت خوب شد؟ آره بابا، یه خونه دیگه را برو. آی وای، آی مادر، آی. ای بابا، اینجا چیکار میکنه آقا لطیف؟ آقا لطیف بیا پایین، بیا پایین. فکر میکنی چیکار میکنی بابا؟ بابا اولش که این بچه وزنی نداره، برو عمو، برو برو سر سفره. بابا شو پشو، امشب بهترین شام زندگی من دارم میدم، اینجا گرفتی خوابیدی؟ بابا دکتر خب پشتم رگ به رگ شده، بس که رفتم واسه پسترهای تو بالا پایین، داغون شد پشتم. همین دیگه، تو مشکلت پشتته، همین پشتکار نداری. اگه پشتکار داشت باید قد و هیکل تا الان دنیا رو گرفته. نه دکتر، مشکلم پشتمه چون پشتیبان ندارم. آخش دکتر یواشتر. آه ببین، من این گیره کمر این نقطه است. دیدی این نقطه نفس نگه ندار. ببین این عضلات شلمند که اطراف ستون و مهره ها رو میگیرن، اینا خیلی چیزای مهمی هن که کمبود ویتامین اینا رو چیکار میکنه؟ اینا رو شل میکنه، باعث کمر درد میشه. باید مصرف ویتامینت بالا باشه. اگه نه که این رگ سیاتیکت حسابی پدرت در میاره. بعدم این کاری که ما الان داریم میکنیم البته خیلی علمی نیست. نفس نگه دار. ببین نگه دار. نفس نگه. خب این الان علمی نیست، چون به ستون مهره ممکن آسیب وارد بکنه دیگه. اما بهترین راه برای در رفتن خستگی پشت این پوستگیریه. یک حجامتی هم بکنی بد نیست دکتر. اگر حجامت، بله بله، خیلی حرف میزنی. واقعا خدا رو شکر که مجلس نرفتیم. چرا؟ آخه بابا مگه میشه یه نفر انقدر حرف بزنه؟ آخه مرد حسابی، خب مجلس جای حرف زدن دیگه، چیکار کنم؟ برم مثلا صدای سرفه همم چهار سالیش که نشنوه خوبه؟ آخش، آخ، 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 یواشتر. ولی دکتر خداییش جدا از شوخی، خیلی جیگر داری، خیلی. اصلا کیف کردم شب انتخابات با این همه طرفدارو تبلیغات و بند و بساط که فرداش باید انتخابات میشد، شبش انصراف دادی، دمت گرم. این یعنی که جیگر داری. الان خراب مرامتم دکتر، خرابشم. آخش ها دکتر، چرا هیچی نمیگی؟ او چی بگم؟ الان حرف بزنم باز میگه چرا انقدر حرف میزنی؟ حرف نزنم میگه چرا هیچی نمیگی؟ خب همین دیگه، به خاطر همین میگم خوب شد نرفتی مجلس. برای که تو مجلس رو سوال کنن جواب نمیدی. اصلا وقتی که ازت سوال میکنن جواب نمیدی. یکم حرف نزن. ولی وقتی ازت سوال نمیکنن یه بند حرف میزنی. خوبه دکتر، خوبه. آخه اتفاقا منم از تو ممنونم. بابت فقط تو میدونی باید چیکار کنی. اگه نصیحت برادرانه منو گوش میکنی، تو برعکس این خشونتی که داری نشون میدی خیلی هم خشن نیستی. درسته همه فکر میکنن آدم مزخرفی هستی، ولی اونقدر هم مزخرف نیستی. بلند شو، بلند شو، پاشو دیگه بریم شما. باریکلا، بلند شو، بذار آخش. آبشو شما حال اومد. آخش دمت گرم، پاشو بریم. آقا همگی خسته نباشید، خیلی خوش آمدید. آیو خانوما این شام خوردن داره، بزن به افتخارش. بفرمایید.
همون به هیکل خرم این نمونیم دست آشما اینجا دست خیلی داد آقا جم آقا جم من الان جم آقا آمدیم